هزاران سلام و تبریک دست مریزاد به اشرف نشونهای عزیز که ناله عظما و شیخ فری رو در آوردن. کهکشان نگو آتش فشان بگو ماشاءالله. بنازم به این همه شکوه، بنازم به این همه غیرت، بنازم به این همه نظم و نظام، ماشاءالله الحق و الانصاف که این گردمایی در خور آلترناتیو بود. من یه چشمم به سیمای آزادی بود و یه چشمم به گیج سوختگی نظام ولایت. آی سوختن ها، آی سوختن. روز چهارشنبه 30 خرداد ماه سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه طی 5مین دور گفتگوهای سیاسی دو جانبه با هیئت فرانسوی نسبت به استمرار حضور مجاهدین و فعالیت آنان در خاک فرانسه اعتراض کرد و خواستار ممانعت از اقدامات این گروه در فرانسه شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در جریان نشست خبری اواخر خرداد ماه گفت کسانی که در فرانسه برای برگزاری نشست مجاهدین مجوز صادر می کنند باید بدانند که اقدامی ناپسند را انجام می دهند. دی ماه سال گذشته نیز حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در گفتگوی تلفنی با امانوئل ماکرون با انتقاد از اینکه یک گروهک در پاریس پایگاه داشته گفت از دولت فرانسه انتظار داریم تا در راستای مبارزه با تروریسم و خشونت به وظیفه قانونی خود عمل کند. اشاره رئیس جمهور کشورمان به حضور و فعالیت سران مجاهدین در پاریس بود. بله، همه گاوگوساله‌های نظام ولایت هر چی زور داشتن زدن که این جلسه برگزار نشه، اما آب در هاون میکوبیدن. هیچ کدومشونم هیچ غلطی نتونستن بکنن و گردهمایی برگزار شد. اونم چجور؟ فاکس نیوز میگفت بیش از 100,000 نفر تو این گردهمایی شرکت کردن. ماشاءالله. میزبانی دوباره پاریس از میتینگ تروریست ها. تلویزیون سعودی العربیه پیش از این نشست خبر داد تعدادی از مقامات امریکایی با حضور در جمع منافقین از راهبرد جدید ضد ایرانی امریکا رونمایی میکنند. رودی جولیانی وکیل شخصی رئیس جمهور امریکا و نیوت گینگریچ مشاور ترامپ از جمله امریکاییایی بودند که در این نشست حضور داشتند. دولت ایران به فرانسه به خاطر اینکه به این گروهک تروریستی اجازه فعالیت و برگزاری کنفرانس داده اعتراض کرده. دم مجاهدین گرم که نظام ولایت رو اینطور سوزوندن. به آخوندهای فلک زده باید گفت یه سوتی، آه و ناله و شیطان سازی دیگر اثر ندارد. رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در تجمع منافقین در پاریس اعلام کرد هدف از فشارها به ایران فروپاشی حکومت است، نه مذاکره با دولت ایران. گینگریچ گفت باید تحریم‌ها را شدیدتر کنیم تا مردم ایران را به خیابان‌ها بکشانیم. در تجمع منافقین در پاریس که با حضور شماری از مسئولان آمریکایی و غربی برگزار شد، ایجاد ناآرامی به بهانه اقتصادی و اجتماعی راه اصلی مبارزه با ایران اعلام شد. بله، خط ما خط براندازیه، اونم به کمک مردم خودمون. مگه ندیدین همزمان با گردهمایی بر بچه های خرمشهر تو کار قیام بودن؟ اینا دو روی سه کس. بله. القصه گردهمایی برگزار شد و نظام ولایت سوخت سوختنی، طوری که حتی تو رسانه های خودشونم نتونستن سانسورش کنن. تازه این اول کاره، حالا خبرهای دیگه ای هم تو راهه. اشرفی ها، اشرف نشونا، دست مریزاد، گل کاشتین، اونم گل کاشتنی. فعلا خدا نگهدار.